سرخط خبرها. تایید حکم حسین فریدون در دادگاه تجدید نظر، برادر رئیس جمهوری ایران 5 سال زندان قطعی گرفت. اعلام آمار اولیه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نزدیک به 2,600,000 نفر رأی دادند. کمیسیون میگوید این رقم شاید تغییر کند. برگی تازه در پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا. استرالیا تایید کرد ترامپ در پی ردیابی سرآغاز تحقیقات در این کشور بوده. و 7 دهه حاکمیت کمونیسم در چین. پکن در رژه 70مین سالگرد حزب کمونیست موشک قاره پیما رو نمایی کرد. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 9 مهر 98 1 اکتبر 2019 در تلویزیون فارسی بی بی سی. حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به جرم دریافت رشوه به 5 سال حبس و پرداخت 31 میلیارد تومان جریمه محکوم شد. این حکم قطعی دادگاه تجدید نظر است. حسین فریدون پس از نشستن برادرش بر کرسی ریاست جمهوری در مجامع رسمی و جلسات هیئت دولت و حتی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 حضور بارز داشت، به طوری که از او به عنوان مرد در سایه دولت یاد می‌شد. اما از حدود 2 سال پیش نه در هیئت دولت دیده شد نه در مراسمی رسمی. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تیر ماه سال 96، مراسمی در خبرگزاری فارس. به خبری که هم‌اکنون به دستم رسید توجه فرمایید. جناب آقای حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، الان که دارم باهاتون صحبت میکنم بازداشت شدن. کف و سوت حاضران نشان از خوشحالی عمیق مخالفان دولت حسن روحانی داشت. بار اول که برادر حسن روحانی بازداشت شد، حکمش قطعی نبود و همون روز اول زندان چون مریض شد و به درمانگاه منتقل گشت، طعم میله های زندان را نچشید. در ارتباط با آقای حسین فریدون، دادگاه تجدید نظر تصمیم. اما این بار خبر بازداشت و مجازاتش در فضای رسمی تر اعلام شد. 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده، اما بقیه مجازات های ایشون، یعنی جزای نقدی و اون مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود و 31 میلیارد خورده ای رو بایستی بپردازن. به خاطر سابقه این پرونده نمیتوان گفت زندانی شدن برادر رئیس جمهور کشور غافلگیر کننده بود، اما به هر حال ضربه به حسن روحانی در این روزهای حساس کشورداری وارد میکند. حسن روحانی از وقتی پا به این میدان گذاشت میدانست مخالفانش او و اطرافیان او را هدف قرار دادند. اگر شما مساعدت می‌کردید، با اینکه مدارک و اسناد و کاملا به شما دادن که آقا نزدیکترین افراد شما دچار این مشکلات میلیونی هستند، یعنی به وقتی ابراهیم رئیسی از یک رئیس به رئیس رکن دیگر حکومت بدل شد، روشن بود که ارفاقی در کار نیست. در خصوص ایشون چندین نوبت تحقیق شد. وقتی پرونده حسین فریدون را مطالعه کنید، آنگونه که در کیفرخواستش آمده، او را مردی فاسد خواهید یافت که یا پول بالا کشیده یا راندخاری کرده یا فردی به غایت فاسد است. ببینید مخالفان دولت پیش از آن که از حکم قطعی دادگاه آسوده خاطر شوند، چگونه او را هر جا که تریبونی به دست داد به باد اتهام گرفتند. آقای طیب نیا گفت آقای رئیس جمهور متوجه شده ناراحت هستشون، گفته توی دولت راش ندید. چه برخورد سنگین برخورد. در یکی از گزارشات مستنداتی ارائه شد، مستندات هم به من نشون دادن که حاکی از این بود فشار از بالا بوده برای پذیرش اون طرف در دانشگاه. آقای فریدون، حسین فریدون اصرار کرد به من که این آقا بیاد رئیس بانک رفاه کارگران، که من به شدت مخالفت کردم. این فقط حسین فریدون نبود که هوای برادرش را داشت، برادر نیز هوای او را داشت. حضور برجسته حسین فریدون در تیم مذاکره کننده هسته‌ای او را در صحنه دیپلماسی با بلندپایگان و سیاستمداران تراز اول جهان همنشین کرد و همین خشم بیشتر مخالفان داخلی دولت روحانی را برافروخت. توپ سیاست زیاد میچرخد و حکایت این چرخش را میتوان در موضع قوی ترین کشور دنیا نسبت به حسین فریدون دید.
کشوری که زمانی وزارت خارجه‌اش رسما به خاطر فوت مادر حسین فریدون به او تسلیت گفت و دلداریش داد، تا سالها بعد که همان وزارت خارجه او را هم صدا با مخالفان داخلی یک مجرم مالی خواند. سیاوش اردلان، بی بی سی. رضا علی جانی، فعال سیاسی ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای علی جانی، انتظار این حکم رو داشتید؟ شاید در این مقطع نه. البته گرفتن پای زخمی آقای روحانی در این مقطع، امیدوارم گروکشی در رابطه با خبری که میخواد فردا در هیئت دولت اعلام کنه و مسئله سیاست خارجی کشور نباشه، چون الان جمهوری اسلامی در یه مقطع بسیار حساسی قرار داره برای گرفتن یک تصمیم بزرگ در سیاست خارجیش در حد قطعنامه 598، و این نشون میده در پشت صحنه اختلافاتی وجود خواهد داشت قطعا. امیدوارم این ربطی به ماجرا نداشته باشه و یک امر روتین در رابطه با بحث فساد باشه. البته آقای علیجانی، هفته ها بود که این پرونده در جریان بود، یعنی میشه این نتیجه رو گرفت که لزوما به اتفاقات خارج از پروسه رسیدگی به پرونده ارتباط نداره؟ امیدواریم چنین باشه، یعنی ملت ایران و سیاست خارجی گروگان این کشمکش ها نباشه. به هر حال اعلام اون در این مقطع مدار تردید برانگیز هست و میشه مکس کرد. امیدواریم اینطور نباشه و یک رسیدگی در واقع روتین باشه در کادر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان منابع درآمدیش کاهش پیدا کرده، بنابراین سوراخ‌های مخزن درآمد نفت بایستی از یک طرف بسته بشه، از اون طرف فساد اونچنان گسترش یافته و حجم فساد به حد اکثر ظرفیتش رسیده که پایگاه رأی و میدان و نیروهای میدانی حتی جناح ولایی هم به اون معترضن. بنابراین به ترتیبی بایستی این فساد مدیریت بشه، لای افراد به هر حال سوء استفاده شخصی جلوش گرفته بشه، مدیران میانی جلوشون گرفته بشه. پشت این تصمیم گیری ها هم قوه قضاییه نیست، پشتش اطلاعات و اطلاعات سپاه بویژه. حالا در این مدیریت هم تصفیه حساب های جدال های سیاسی موثره، تصفیه حساب های شخصی هم موثره. رئیس قوه مجری و رئیس قوه قضاییه دو رقیب سابق در ریاست جمهوری و دو رقیب آینده احتمالاً در رهبری هستند. اما در هر حال این فساد از یه لایه‌های مواجهه باش بالاتر نخواهد رفت. همین حالا می‌بینیم آقای قالیباف، همین آقای محسنی ژنی که کنار دست آقای رئیسی می‌نشینن، متهمای مهمی به فساد هستند. واقعا به نظر میاد که ابراهیم رئیسی دست کم در ظاهر و برای آروم کردن بخشی از افکار عمومی داره تلاش می‌کنه که با مسئله فساد مالی مقابله بکنه. چقدر فکر می‌کنید که، می‌دونم اصلا امیدوار نیستین، ولی فکر نمی‌کنید که برای آرام کردن افکار عمومی به هر حال این کمپین مقابله با فساد مالی کم کم شامل اصولگرایان و نزدیکان رؤسای فعلی مقننه و پیشین قضایی هم بشه؟ بله، این شعار عدالت که در مقابل شعار دموکراسی و حقوق بشر جریان راست و راست افراطی برخلاف همه سوابق چهاردهیش علم کرد، داره یه نتایجی هم ناخواسته به وجود میاره، شبیه شعار حقوق بشر که بلوک غرب در برابر بلوک شرق سابق داشت. حالا بخشی از پایگاه رأی و نیروی میدانی جریان ولایی خودشون رو مسئله عدالت حساس شدن، بنابراین باید مدیریت بشه. البته آقای رئیسی که دو دهه مقام بالاترین مقامات رو در قوه قضاییه داشته و همین حالا بعضی از مفسدین کنار دست ایشون میشینن، خیلی از ایشون باورپذیر نیست، ولی به هر حال جمهوری اسلامی تصمیم گرفته هم برای یه مقدار مدیریت درآمدهاش و جلوگیری از ریخت و پاشاش که حالا با کمبود منابع مواجه هست، هم برای ترمیم افکار عمومی همونطور که شما گفتین این مسئله فساد رو مدیریت بکنه. این چیزیست که خب در خیلی از حکومت‌های دیکتاتوری هم دیده میشه. متاسفانه در ایران فساد اقتصادی و استبداد سیاسی همزمان هست. ما کشورهایی رو داریم مثل چین و بعضی کشورهای دیگه که تمرکز قدرت و استبداد سیاسی است ولی فساد وجود نداره. ما در جمهوری اسلامی متاسفانه با مجموع آثار همه این بدیها به طور همزمان مواجه هستیم. متشکرم رضا علی جانی، فعال سیاسی ملی مذهبی با ما.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رقم تقریبی سطح مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. مقام‌های این کمیسیون ساعتی قبل گفتند که در بیش از 4300 مرکز حدود 2,598,000 نفر شرکت کردند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایات‌های انتخاباتی امروز اعلام کرد کار رسیدگی به شکایات را آغاز کرده. علی حسینی همکار ما از کابل با ماست با آخرین‌ها درباره انتخابات. علی، گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا دیگه نزدیک شده به اعلام نهایی سطح مشارکت رای دهندگان در چهارمین دور از انتخابات ریاست جمهوری سه روز پیش در شنبه. کمیسیون قبلا اعلام کرده بود که 4756 مرکز باز بوده در روز رای دهی. حالا امروز اون رقمی که گفتی نتایجش اعلان شده، فقط میمونه تقریبا حدود آمار شرکت کنندگان در 370 مرکز که اگر مشکل خاصی بر نخوره احتمالا فردا نهایی بشه. این از کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی چی گفته؟ امروز کارش رو آغاز کرده در رابطه با رسیدگی به شکایات انتخاباتی که 4350 مورد بوده و دیروز زمانش تمام شد و از امروز کارش را آغاز کرده. بیشترین موارد شکایت در کابل و هرات بوده و پایین‌ترین هم در نورستان. و اما رحمت‌الله نبیل، یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، گفته که این دور برنده‌ای نداره و بر اساس اطلاعات او به دور دوم انتخابات باید بره. موضوع جنجالی انتخاباتی چی است؟ اظهارات رئیس مجلس سنای افغانستان فضل هادی مسلمیار که گفته کمیسیون مستقل انتخابات را وادار میکنه و از اصطلاحی استفاده کرده که نشان میده استفاده از زور تا آرای بیومتریک نشده را هم بپذیره. از دوستان شنیدم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته رأیی که ثبت بیومتریک نباشد را نمیشمارد. به زور وادارشان میکنیم که بشمارند. از مردم بپرسید که جریان چیست؟ چرا حق مردم را میخورید؟ علی، حرفای بسیار واکنش برانگیزی بوده. خیلی واکنش در پی داشته. از جمله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز اعلامیه صادر کرد با عنوان از طرف ریاست اجرایی، یعنی هم پستی که فعلا در حکومت وحدت ملی داره، و گفته که صحبت‌های آقای مسلمیار تهدیدآمیز و غیر مسئولانه است، محکوم می‌کنه این صحبت‌ها را و نهادهای مسئول باید پیگیری کنه و برخورد قانونی صورت بگیره. از طرف دیگر رحمت الله نبیل که دیگر از نامزد، او هم محکوم کرده و گفته که نباید چنین صحبت‌هایی صورت بگیره. کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات هم قبلا موضع خودشان را اعلام کرده بوده و گفته بودن که هیچ رأی بیومتریک نشده را نمیپذیرند. متشکرم. علی حسینی خبرنگار ما از کابل. چند خبر کوتاه از ایران. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در مصاحبه با شبکه فونیکس چین تایید کرد که سپاه پاسداران به ارتش یمن کمک مستشاری می‌کند. سرلشکر محمد باقری گفته که ایران تا زمان رفع تجاوز از یمن در کنار مردم این کشور می‌ایستد. مقام‌های نظامی ایران بارها ارسال تسلیحات به یمن را تکذیب کردند و کمک‌های خود را مستشاری یا معنوی خواندند. رسانه‌های ایران خبر دادند که بیژن قاسم‌زاده بازپرس قوه قضاییه بابت فساد مالی بازداشت شده. او همان کسی است که کمتر از یک سال و نیم پیش حکم داد که تلگرام در ایران فیلتر شود. او همچنین سه سال پیش حکم بازداشت خواننده معروف امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو را صادر کرده بود. در ماه‌های اخیر و پس از آغاز ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، شماری از مقام‌های این قوه از جمله اکبر طبری معاون اجرایی، صادق آملی لاریجانی رئیس قبلی، در ارتباط با فساد بازداشت شدند. وزیر بهداشت ایران گفته که در حال حاضر حدود 8.5% جمعیت ایران سالمندند و این نسبت در سالهای آینده به بالای 16% و سرانجام بیش از 30% خواهد رسید. سعید نمکی خواستار ایجاد نشاط اجتماعی در سالمندان و همچنین فراهم کردن خانه‌های ویژه آنان در محله‌ها شده. وزیر بهداشت گفته که تفاوت جمعیت سالمندان ایران با سایر کشورها در نوع رفتار سالمندی آنهاست. به گفته او سالمندان ایرانی جوانی نکرده پیر می‌شوند و همین باعث افسردگی و حس سرباری در آنها می‌شود. نگاهی دوباره به مهم‌ترین عناوین خبری این برنامه. حکم 5 سال زندان حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران و مشاور سابق او، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. آمار اولیه مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2,600,000 نفر اعلام شد. در ادامه این برنامه.
جشن 70مین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست چین زیر سایه اعتراضات به نفوذ پکن در هنگ کنگ. مقام‌های استرالیایی تایید کرده‌اند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر این کشور خواسته بود به بررسی سرچشمه تحقیقات بازرس مولر کمک کنند. رسانه‌های آمریکایی استرالیایی گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ همچنین از نخست وزیر استرالیا خواسته بود به یافتن شواهدی برای بی‌اعتبار کردن تحقیقات کمک کند. این تحقیقات به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا مربوط بود. این موضوع در حالی افشا می‌شود که آقای ترامپ در ارتباط با تماسش با رئیس جمهوری اوکراین با فرایند بررسی استیضاح روبروست. خشایار جنیدی خبرنگار ما از واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، میشه شباهت هایی دید در اتفاقی که در رابطه با استرالیا افتاده و در اوکراین افتاده؟ شباهت هایی وجود داره از این جهت که به نظر میرسه آقای ترامپ ذهنش بسیار درگیر این موضوع هست. البته یک تفاوت هم هست. اون چیزی که در رابطه با اوکراین دیدیم این بود که آقای ترامپ رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین رو که سابقه سیاسی چندانی هم نداره در با استفاده از اهرم کمک 400 میلیون دلاری آمریکا تحت فشار گذاشته تا تحقیق بکنه در مورد عملکرد رقیب انتخاباتی بالقوه خودش. یعنی یک اهرم دولتی رو داره استفاده میکنه برای اونطوری که دموکرات‌ها الان دارن مطرح میکنن، برای فشار آوردن بر رقیب خودش در انتخابات آتی آمریکا در سال آینده. در رابطه با استرالیا اون چیزی که شاهد این هستیم، تفاوتش این هست که مربوط به تحقیقات انتخابات پیشین هست. اینکه آقای ترامپ بسیار نسبت به تحقیقاتی که بازرس مولر داشت انجام میداد در مورد پرونده ادعایی که مطرح شده روسیه در انتخابات 2016 آمریکا دخالت کرده به نفع دونالد ترامپ، نسبت به این آقای ترامپ بسیار حساس هست. روابط بسیار خوبی هم با سکات موریسون نخست وزیر استرالیا داره. اینجا دیگه صحبت از فشار آوردن و بدبستان دیپلماتیک نبوده، دوستانه ازش خواسته که استرالیا کمک کنه به تحقیقات او درباره‌ای که بفهمن که اصلا این داستان تحقیقات بازرس مولر از کجا منشأ گرفته و از کجا شروع شده. و استرالیایی ها هم این رو تایید کردن که آقای ترامپ این خواسته رو از آقای موریسون داشته و گفتن که آقای موریسون هم پذیرفته که به او کمک کنه. نکته دیگری که هست این هست که گفته میشه گزارش‌های تازه که در اومده که فقط این تحقیقات مربوط به استرالیا نیست، دادستان کل آمریکا تماس‌هایی داشته با مقام‌های امنیتی، حداقل می‌دونیم ایتالیا و بریتانیا، به خصوص ایتالیا که چندین بار سفر کرده به اونجا تا اینکه سعی کنن سرنخ این قضیه رو در بیارن. آقای ترامپ بسیار به این موضوع حساسیت داشت و پس از اینکه بازرس مولر اوایل امسال اعلام کرد که تحقیقاتش اعلام تمام شده و گزارش تحقیقات رو منتشر کرد، آقای ترامپ گفت که ته این قضیه رو در میاره تا متوجه بشه که این قضیه به کجا بند هست. البته هیچ کمکی به آقای ترامپ نمی‌کنه در این شرایطی که دموکرات‌ها دارن استفاده می‌کنن از شرایط گزارش‌های مربوط به اوکراین تا فشار بر او رو افزایش بدن. بحث اوکراین رو مطرح کردی، اون الان در چه مرحله ای تحقیقاتش؟ دموکرات‌های کنگره همچنان به تحقیقات خودشون دارن ادامه میدن. من به یک نکته اشاره کنم، وقتی که صحبت از تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح میشه، این هست که روند استیضاح هنوز به طور رسمی آغاز نشده. یک فرایندی داره، در ابتداش باید تحقیقاتی انجام بدن ببینن آیا اسناد و مدارک کافی در اختیار دارن که استیضاح رو امکان پذیر بکنه یا نه، و الان در اون مرحله هستند. قرار هست مقام‌های مختلف رو دعوت کنن، شاهدان، افراد مطلع دعوت کنند به مجلس نمایندگان، جایی که دموکرات‌ها اکثریت دارند در سه کنگره اصلی این مجلس، تا تحقیقات انجام بشه. روز گذشته سه کنگره کلیدی در فرایند استیضاح حکم جلب اسناد مربوط به ارتباطات رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ با اوکراین رو صادر کردن. خواهان این شدن که آقای جولیانی همه اسنادی رو که در اختیار داره در اختیار کنگره بگذاره. آقای جولیانی خیلی راحت در شبکه‌های تلویزیونی در مورد تماسایی که داشته صحبت میکنه و به رخ میکشه که تمام اسناد رو در موبایلش داره. یکی از منابعی که احتمالاً کنگره به سراغش بره ایمیل های آقای جولیانی هست که ببینن او چرا به عنوان شخصی که وکیل شخصی آقای ترامپ بوده و هیچ سمت قانونی و رسمی در دولت نداره، جایی وارد عمل شده که جایگاه وزارت خارجه آمریکاست، عملکردی رو داشته که باعث شده سفیر آمریکا برکنار بشه در اوکراین،
و هفته گذشته هم دیدیم که نماینده ویژه دولت آمریکا در امور اوکراین سر این قضیه استعفا داد. متشکرم خشایار جنیدی، خبرنگار ما از واشنگتن. 72 سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین با قدرت نمایی نظامی ویژه‌ای همراه بود. همزمان با برپایی جشن‌های 72 سالگرد قدرت گرفتن حزب کمونیست، وضعیت در خیابان‌های هنگ کنگ متفاوت بود. معترضان هنگ کنگی حدود 4 ماه پس از آغاز اعتراضات امروز هم در خیابان‌های این شهر به خیابان آمدند. جزئیات بیشتر در گزارش ریحانه مظهری. جشن‌های 72 سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین، برپایی رژه نظامی با حضور 15,000 عضو ارتش و به نمایش گذاشتن جدیدترین تسلیحات نظامی این کشور. از تانک و پهپاد گرفته تا سلاح‌هایی مثل موشک‌های بالستیکی که برای نخستین بار از آنها رونمایی شد. موشک DF-41، موشک غارپیما که برد آن حدود 12,000 کیلومتر برآورد شده. نمایشی که با وجود اعتراض‌های اخیر شاید راهی است تا حکومت کمونیست چین نشان دهد برای برخورد با مخالفانش از اعتماد به نفس کافی برخوردار است. این هم سخنرانی شی جی پینگ، رئیس جمهوری این کشور. او در سخنانش گفت هیچ قدرتی توان جلوگیری از توسعه و پیشرفت چین را ندارد. اینجا خیابان‌های هنگ کنگ همزمان با جشن‌های 70 سالگی حاکمیت حزب کمونیست چین. حضور حدود 6,000 نیروی پلیس و گارد ویژه در خیابان‌های شهر برای مقابله با معترضان. و اینها معترضانی که با گذشت حدود 4 ماه همچنان در خیابانند. این معترضان 72 سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین را روز عزای ملی نامیدند. معترضانی که برخلاف آنچه رئیس جمهوری چین میگوید با سیاست‌های پکن همراه نیستند و با وجود پرتاب گاز اشک‌آور و بازداشت همچنان در مقابل نیروهای امنیتی ایستادند. منتقدان میگویند که چین با وجود پیشرفت‌هایش در زمینه‌های اقتصادی و نظامی در زمینه حقوق بشر پیشرفتی نداشته. این در حالی است که رهبران این کشور از تلاش برای ایجاد یک سیستم کاملا تازه سیاسی میگویند که به گفته آنها دارای مشخصه های چینی است تا بتوانند میلیون ها نفر را از فقر نجات دهند. ریحانه مظاهری، بی بی سی. یک نخست وزیر و یک وزیر دفاع پیشین فرانسه با اتهام فساد مالی محاکمه خواهند شد. ادوارد بالادور و فرانسیس لئوتار در رابطه با قرارداد فروش زیردریایی به پاکستان در دهه 90 میلادی که به قرارداد کراچی معروف است در دادگاه ویژه مقامات دولتی فرانسه حاضر خواهند شد. 2 سال پیش ادوارد بالادور متهم شد که از درآمدهای این قرارداد برای کمپین انتخاباتیش در سال 95 استفاده کرده. یک گروه بین‌المللی از کارشناسان نتیجه‌گیری کردند که مردم می‌توانند همچنان با خیال راحت گوشت قرمز، سوسیس و بیکن بخورند، چون که شواهد خیلی کمی وجود دارد که این مواد خطر سرطان را افزایش می‌دهند. این برخلاف توصیه‌های کنونی سازمان جهانی بهداشت است. پژوهشگران در نشریه علمی سالنامه داروهای داخلی نوشتند شواهد موجود درباره خطرات گوشت قرمز و گوشت فراوری شده خیلی ضعیف است و مردم می‌توانند با خیال راحت هفته ای 3-4 وعده از این مواد غذایی بخورند، همونطور که در این تصاویر اشتها برانگیز می‌بینید. بی بی سی بعد از چند روز جنجال بر سر توبیخ یکی از مجریان معروفش دیروز حکم علیه او را پس گرفت و توبیخ او را وارد ندانست. این مجری معروف کانال یک بی بی سی با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که این سخنان ریشه در نجات پرستی دارد، سخنانی که باعث شکایت یکی از بینندگان شد و بی بی سی این مجری را به خاطرش توبیخ کرد. کاترینوچی در گزارشش میگوید این ماجرا بحث‌های زیادی درباره بی بی سی و موضعش در ارتباط با نژادپرستی و نقش کارکنان غیر سفیدپوست دامن زده. مجری معروف کانال یک بی بی سی ناگا مونچتی در کانون جنجال بزرگی که این سازمان خبری را خبر و موضوع بحث‌های داغ در رسانه‌ها کرده و بی بی سی را مجبور به تغییر رأیش. همه چیز اینجا شروع شد وقتی که در برنامه صبحانه سخنان روز قبل رئیس جمهوری آمریکا را نژاد پرستانه دانست، سخنانی با ریشه در نژاد پرستی. هر وقت به عنوان یه زن غیر سفید پوست به من گفته شده برگردم به کشورم، ریشه در نژاد پرستی داشته. کسی رو متهم نمی کنم، اما معنی بعضی عبارات روشنه.
دونالد ترامپ اینجا 2.5 ماه پیش در توییتی در اشاره به 4 نماینده زن غیر سفید پوست کنگره از حزب دموکرات گفته بود آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین کشور دنیاست و اگر آنها دوست ندارند می توانند به کشورشان برگردند. سخنان آقای ترامپ جنجال بزرگی را در آمریکا دامن زد. این 4 نماینده زن که همه آنها به غیر از 1 نفر در آمریکا به دنیا آمدند، این سخنان را حمله نژاد پرستانه توصیف کردند. Racist attack on 4 duly elected members of the United States of House of Representatives. صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا همون موقع بحث‌های زیادی را اینجا در بی بی سی دامن زد. بحث‌های در این مورد که آیا این صحبت‌ها نژاد پرستانه نیست و آیا میشه رئیس جمهوری آمریکا را یک نژاد پرست توصیف کرد؟ نتیجه این بحث‌ها این بود که بر اساس قواعد روزنامه‌نگاری بی بی سی ما میتونیم بگیم که این صحبت‌ها صحبت‌های نژاد پرستانه است، اما نمیتونیم لزوماً بگیم که گوینده اون رئیس جمهوری آمریکا یا هر کسی دیگری نژاد پرسته. بر همین اساس مدیر سیاست‌های سردبیری بی بی سی سخنان خانم مونچتی را اشکال دار دانست. آنچه که مشکل داشت این بود که او در گفته‌هایش فراتر رفت و اصول بی‌طرفی ما را نقض کرد و انگیزه آقای ترامپ را نژادپرستانه دانست. اما بعد از جنجال‌های زیاد درباره اینکه بی بی سی خودش ممکن است نژادپرستانه تصمیم گرفته باشد، مدیر کل بی بی سی دیروز این را نوشت. نژادپرستی نژادپرستی است و بی بی سی در مورد آن بی‌طرف نیست. در این مورد خاص به نظر من کلماتی که ناگا به کار برده برای وارد دانستن بخشی از شکایتی که از او شده کافی نیست. تغییر رأی بی بی سی زیر فشار افکار عمومی. کسرانجی بی بی سی لندن. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.